ذكر بعض نامهای عالمان علم تجوید و تعلیفات آنان در این علم. سوال: خواهش میکنم که نام بعض عالمان معتبر قرآن که دارای عقیده درستند و اینچنین نامهای کتابهایی که در علم تجوید تعلیف کرده اند ذکر نمایید. جواب: حمد و ثنا به پروردگار. اولا هیچ شبهه نیست که دانستن احکام تجوید یکی از علمهای فایده‌ناک شرعی به حساب می رود. این از آن سبب است که علم تجوید به بهترین و اساسترین علمها که قرآن است علاقمند می باشد. با علم تجوید نقط حرفا درست گشته خواننده قرآن از خطاگی و لحن ایمین خواهد ماند و اینچنین با آن قرائت زیبا شده انسان پیروی اهل قرآن که آنها اهل الله و نزدیکان او هستند خواهد گشت. علم تجوید علم نقل روایت ها و درستی خواندن آنها می باشد که به اختلاف عقیدوی فرقه ها و علم کلام یگان رابطه ندارد. این علم باید از عالمان محقق آموخته شود که در جاده علم باریز گشته کتابهایشان به صفتهای بلند و استواری مشهور شده است. اینجا بعضی کتابهای را که در علم تجوید نوشته شده اند به نام مؤلفانشان ذکر خواهیم کرد. التحدید فی الاتقان و التجوید، امام ابو عمرو الدانی. النشر فی القراءة العشر، امام شمس الدین ابو الخیر ابن جزری. التمهید فی التجوید، امام ابن جزری. تحفة الاطفال، شیخ سلیمان الجمزوری. احکام قراءة القرآن الكریم، شیخ محمود خلیل الحسری. فوائد التجوید، شیخ عبدالعزیز ابن عبدالفتاح قاری. فتح الربیع البریه، شرح المقدمات الجزریه، شیخ صفوت محمود سالم. هدایت القاری لتجوید الکلام الباری، شیخ عبدالفتاح المرصفی. التحصیل فی القواعد الترتیل، دکتر عبدالقیوم سندی. الاتقان، شیخ عبدالله ابن صالح عبید. معلم التجوید، دکتر خالد ابن عبدالرحمن الجریسی. نهایت القوم المفید، شیخ محمد نصر الجریسی. المذکرة فی التجوید، شیخ محمد نبهان مصری. بغیة عباد الرحمن، شیخ محمد شهات الغول. غاية المرید فی علم التجوید، شیخ عطیه قابل نصر. الوجیز فی حکم التجوید الکتاب العزیز، دکتر محمد امین. الله سبحانه و تعالی داناتر است.